بسم الله الرحمن الرحیم مرا غدیر نبرکه که به کران دریاست علی نفاته خیبر که فاته دلهاست مرا قدیر نبرکه که خم جوشان است علی نساقی کوسر که ساقی ازماست مرا غدیر نه یک واژه در دل تاریخ که جان پناه همه رهروان راه خداست بخوان تو نامه مولا به مالک اشتر که طرز فکر علی از خطوط آن پیداست بکش رنگ علی گیری و صفات علی هزار نکته باریک تر زیمو اینجاست به سال روز امامت و جشن عید غدیر که عشق شع... که شوق به چشمان عاشقان پیداست گلی امید بلبها نشاندم و گفتم خوشا دلی که در آن مهر مهری میری بلاز با درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز فارسی زبانان گرامی مخصوصا و تندارای بسیار بسیار دوست هم به داخل افغانستان و در سراسر جهان هر جا که هستید با برنامه به وقت بیداری در آستانه عید بزرگ امامت و ولایت عید قدیر خم مهمان نگاه های شما هستیم بسیار بسیار خرسند هستیم که در این شبهای بسیار بسیار مبارک ما را شما تماشا میکنین برنامه ما را تماشا میکنین از شبکه شش تلویزیونی جهانی هادی خب ما هم در آستانه عید بزرگ ولایت و امامت عید قدیر خم این عید را به همه دوستداران پیامبر و اهل بیت نازنینش و به عاشقان و شیفتگان امام علی و به تشنگان عدالت علوی تبریک میگم انشالله که خداوند ایدی ما را بر قراری عدالت اجتماعی در سراسر سر جهان قرار بده و های ما را با ظهور مولایمان امام زمان وارث قدیر علیه اجر الله تعالی فرجه شریف شاد بکنه خب در این شب ها چه بهتر از اینکه درباره قدیر و اون واقعی غدیر و جریان ساز صحبت کنیم به همین خاطر امشب هم در خدمت کارشناس گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد فیاضی هستیم جناب استاد سلام علیکم ایده به شما هم تبریک میگم بسیار بسیار به برنامه خودتان خوش آمدین سلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام و السلام علی محمد و آله التاهرين. الحمد الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکین به ولایت علی امیر المؤمنین و اولاده المعصومین ارز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب و همکاران بزرگوار شما و ارز ادب میکنم خدمت بینندگان محترم و ارجمنده که توفیق دارم بازم در یکی دیگر سلسله برنامه ها در خدمت شما و در محضر بینندگان محترم باشم چون در آستانه عید الله الاکبر عید سعید غدیر قرار داریم اجازه بدهید من هم این عید سعید غدیر عید ولایت و امامت رو خدمت شما و محضر بینندگان محترم و ارجمند که پیگیر و دنبال کننده این سلسله برنامه های به وقت بیداری هستن تبریک و تهنیت عرض بکنم که همه ما و شما تعجیل فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه در خدمت شما بسیار عالی خب بینندگان عزیز و گرامی موضوعی را که امشب در خدمت کارشناس محترم و شما گرامیان هستیم اهمیت واقعه غدی، واقعی غدیر از نگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست به صورت از زوایای مختلف و ابعاد مختلف میتوان به واقعی غدیر و این حادثه نگاه کرد ولی خب یکی از این نگاه ها این هست که ما از خودمان میپرسیم که از نگاه خالق قدیر پیامبر بزرگ اسلام پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم غدیر چه جایگاهی داشته در خطبه های ایشان در کلام ایشان به همین خاطر اجازه بدهید که بحث از زبان کارشناس محترم پی بگیریم جناب استاد همون قسمی که ما خدمت بینندگانم عرض کردم ما اگر بخواهیم در سخنان پیامبر و نگاه پیامبر قدیر رو نگاه کنیم اهمیت قدیر رو بخواهیم واکاوی کنیم از نگاه پیامبر اکرم به چه سرنخ هایی برمیخوریم آیا فقط در روز غدیر و خطبه غدیر پیامبر به این قضیه اشاره کرده یا می توان به زمانهای دیگری قبل از غدیر هم دست یافت که پیامبر اکرم اونجا هم باز هم این مسئله و این موضوع را مطرح کرده بله جناب آقای حقیقتا رویداد داد غدیر و واقعه و حادثه غدیر صرف یک واقعه تاریخی نیست بلکه وابسته به سرنوشت جامعه اسلامی بلکه بالاتر سرنوشت کل جامعه بشری و جامعه انسانی است دلست. از همین جهت پیانبر گرامی اسلام در طول تاریخ حیات نبوت و رسالت ایشان حدود 13 سال که در مکه تشریف داشتن و در مکه بودن و بعد حدود ده سال و چند ماهی در مدینه بودن در زمانی که بالاخره آمدن وارد مدینه شدن و هجرت کردن از مکه به مدینه حقیقتا هجرت ایشان یک نقطه عطفی است یک بالاخره آغاز اساسی در تاریخ اسلام هست و از همین جهت هم قرار گرفته است وقتی ایشان وارد مدینه می شود در طول بالاخره حیات ده سال و چند ماهی که در مدینه بوده است فقط سه بار اشان وارد مکه می شود بار اول که وارد مکه می شود در سال هشتم هجری قمری است بعد از صلح هدیبیه است برای عمره وارد می شود چون صلح بله. حدیبیه که بین مشرکان و پیامبر در سال ششم اتفاق افتاد و در سال هشتم پیامبر برای حج تمتع نمی رود بلکه برای حج عمره می رود یعنی دلست. ایام حج تمتع نیست درست. بار دوم بالاخره در سال نهم هجری که فتح مکه است اون زمان وارد می شود اما سومین بار که در حقیقت اولین حجت الاسلام پیامبر هست بعد زمان زمانش بله بله بعد, بعد از هجرت بله. در سال دهم هجری است که هم حجت الاسلام انجام میدهد و هم حجت الوداع این حج پیامبر را حجت ودا گفتن چون بالاخره با توجه به اون مقدماتی که پیامبر چید و اعلام هایی کرد فرمود آخرین حج من است درست شما حج حجت الودا رو معنا کردید بعضی از مخاطبان ممکنه این سوال در ذهنشون چی شده که حجت الاسلام چون گواجه فیش بله. این را مگه بله. توضیح بفرمایید بله, بله پس من این چند نیشه. کلمه رو خدمت شما بینندگان بله. محترم توضیح بدم حجت الودا گفتم میشود این حج خداحافظی پیامبر اعلام کرد که ای مسلمان ها بیایید امسال آخرین سالی است که من بالاخره در بین شما هستم و این توفیق را شما دارید که در کنار من حج را انجام بدهید بله. من میروم با خانه خدا ودا می کنم با مکه ودا و این سفر آغاز شوه و این سفر انجام بله, بله. همین تعبیر خود پیامبر به کار می که آخرین حج بله بله حج الوداع زمین جهت گفته شده است ماها بله. قبل در بین جهان اسلام بالاخره در شهرها اعلام شده است در یمن در کشورهای دیگر و نقاط دیگر و بلاد دیگر اعلام شده است که بیایید و امسال حج رو در رکاب پیامبر و در کنار پیامبر انجام بدهید که آخرین حج پیامبر است درست حج تل اسلام گفته می شود چون بالاخره حجی است که با اون آداب و با اون رسوم و بالاخره با اون احکامی که اسلام تعیین کرده با اون شیوه انجام میشه منظور از حج واجب هم هست دیگر حج تمتع هم هست بله حجی که یک بار به بگردنی... هر در دیم مکلف دیم واجب است یک بار برگردن مسلمانی البته اگر شروطش استطاعت بله. بله. و همچنین حجت و تبلیغ هم گفته شده است یعنی بالاخره حجی که در او باید پیامبر اون وظیفه‌ای که بر دوش او گذاشته شده است ابلاغ بکند اون تعیین خلیفه تعیین بالاخره جانشین تعیین امام چون بالاخره این حج حج مهمی است پیامبر از ماهای قبل بالاخره دستور دادن و مهاجرین و انصار اونایی که در مدینه بودن اونایی که در مکه و روستاهای اطراف مکه و اطراف مدینه بودن و بالاخره مسلمانان در یمن مسلمانان در نجران و بلاد بالاخره کل بلاد اسلامی که بیایید و امسال حج تمتع و حج واجب رو همراه من انجام بدهید حقیقتا استقبال خیلی بالایی هم کردن میگوید حدود 100 صد هزار 120 صد هزار نفر اون سال آمدن و در رکاب پیامبر بالاخره در حج مشرف شدند. درست پیامبر و تعدادی بالاخره از مدینه حرکت کرد رفت وارد مکه شدن و در زمان بالاخره ایام حج وارد مسجد الحرام شدن و حج را شروع کردند <applause> بعد از اینکه اعمال واجب حج رو شروع کرد در این حج الوداع پیامبر در حقیقت دو تا هدف دارد یک هدف او هدف ابتدایی است و یک هدف او هدف اصلی است که از طرف خداوند هم وظیفه دارد این مأموریت و این وظیفه را باید به مردم برساند بله. این تبلیغ را انجام بده هدف ابتدای پیامبر این است که بالاخره عرض کردم چون اولین و آخرین حج تمتع پیامبر است در زمانی که وارد مدینه شده است در اون ده سالی که اقامت در مدینه داشته است <تصفح> لذا باید بله. پیامبر شخصا وارد این عمل شود و شخصا حج را انجام بدهد و دیگران هم در کنار پیامبر شیوه اصولی و بالاخره اون احکام حج را در کنار پیامبر یاد بگیرن درست عملا یاد بگیرن چون اولین و آخرین حج تمتع اون ده سال هجرت پیامبر است درست این هدف ابتدایی یعنی در واقع پیامبر میخواستن که با این هدف ابتداییشون که خودشون در این حاله که میخواستن این حج را انجام بدن عملا مسلمان هایی که از اقصا نقاط بلاد اسلامی در کنار پیامبر و در رکاب پیامبر داشتن اعمال حج انجام میدن اونها هم عملا ببینن با چشم که خود با خودشان که پیامبر چه قسمی حج بله،, بله، تا این اسوهی باشه و یک سرمشقی باشه که در آینده هم مسلمان ها عملا مردم قسم. یاد بگیرن بله بفهم. و همچنین چون حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در قبل از ایام حج و به دستور پیامبر به یمن و نجران رفته بود برای جمعآوری وجوهات شرعی که از طرف پیامبر مأمور شده بود بله. حتی دستور میرسد بالاخره نامه میفرستد برای حضرت امیر حضرت علی علیه السلام که او هم بیاید او هم از یمن و نجران همراه پیانبر نیست دوست. از مدینه نمیرود او از شهر دیگری از بلاد دیگری از یمن و نجران با دوازده نفر از یاران و اصحابش از اونجا وارد مکه می شود و همه مسلمان ها در کنار پیامبر مراسم حج را حج تمتع را آغاز میکنند بله اما بعد از اینکه حج تمتع را انجام میدهد بالاخره مراسمی که بعد از اینکه محرم میشود وارد سرزمین عرفات میشود و بعد از او وارد سرزمین منا ما در آموزه های اسلامی داریم در احکام اسلامی یکی از اعمال که تقریبا بر حاجیان سنگین است و بیشترین اعمال وجود دارد در سرزمین مناس وقوف در مناس وقوف در مناس سه روز بالاخره اعمال فشرده و سنگین است از روز دهم ده تا دوازدهم ده دهم ده و یازدهم ده و دوازدهم سه روز اونجا وقوف دارد رمی جمرات و قربانی و امثال اینها انجام میداد اعمال سنگین است خب در این مدت در, در این سه روز پیامبر همراه با مسلمان ها در او سرزمین مستقر هستند و اعمال را انجام میدن خب ما سوالم این بود در اول برنامه به خاطر که از این سوال برنامه زیاد دور نشویم به هر صورت بحث تاریخی مفصل هست و جزئیات هم روشن و وقت را از دست ندیم به همین خاطر بازم از جناب عالم میپرسم خب در فرصت های زیادی هست دیگه در دور خانه کعبه که طواف میکنن پیامبر طواف میکنه حاجی ها همراهش هست مسلمان همراهش هست وقوف در منا که الان شما مثال زدید آیا در از این فرصتا ها هم پیامبر اون بحث جانشینی را مطرح کرده یا ای که مسکوت گذاشته و فقط رسیدن به قدیر اونجا مطرح بله. کرده چون بالاخره از آغاز اعمال حج وقت شروع می شود از زمان احرام وقوف در عرفات یکی از بهترین موقعیت هایی که حاجیان در اونجا تجمع داره سرزمین مناست بله و چون مدت طولانی هم سه روز هم در اونجا وقوف دارد و توقف دارد بالاخره یک فرصت مساعد است در مجموع این حجت الوداع پیامبر سه سخنرانی دارد سه خطابه دارد سه خطبه خوانده سه خطبه خانده، سه سخنرانی انجام داده است اولین خطابه و اولین سخنرانی پیامبر در سرزمین است. در جایی است که بالاخره توقف دارد در اونجا برای اعمال که باید در منا انجام بده درست سخنرانی که در منا انجام میدهد بالاخره پیامبر گرامی اسلام علاوه بر این که بالاخره خیلی از مسائل مهم جهان اسلام رو در اونجا بیان میکند یکی از نکاتی که بالاخره در آغاز سخنرانی در اونجا یادآوری میکند بحث امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی است های مسلمان ها بالاخره امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی یا ارز و مال و جان و ناموس مسلمان ها بر هم دیگر محترم است مبادا از سوی مسلمانی نسبت با مسلمان دیگری تعرضی صورت بگیرد بالی. بعد از اینکه این نکات را بیان میکند سوال میکند بالاخره در همین سخنرانی ای مسلمان ها از نظر شما کدام روز بزرگترین روز است و احترامی بالایی دارد همه جواب میدهد بالاخره امروز چون روز دهم ده بوده است و روز عید سعید قربان امروز روز بزرگی است کدام ماه ماه محترم است ماه ارزشمندی است میگوید همین ماه ماه ذیحجه ذیحجه الحرام ماه ارزشمند و ماه محترم است کدام شهر کدام بالاخره شهر کدام بلد بلد محترم است شهر محترم است همه جواب میدهند شهر مکه همیشه شهری که در او قرار داریم در حاشیه و حومه او قرار داریم. بعد از این... بهترین زمان بهترین بله. مکان خوب بهترین فرصت و در بهترین موقعیت بعد از اینکه همه اینها را از هاجیان اقرار میگیرد این گونه شروع میکند پیامبر ایو الناس یا ایها الناس ان المسلم اخو المسلم مسلمان ها برادر مسلمان هاست ارز و مال و جان و ناموس مسلمان ها برای همدیگر محترم است بله. بعد میفرماید آی مسلمان ها اینی قد ترکت و فیکم امرین من از بین شما می روم. همچنان که عرض کردم چون پیامبر ماها اعلام کرده است که این حج حجت الوداع است من خداحافظی می کنم در واقع زمینه های رفتن خودش فراهم بله میکنه بله 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 یعنی اعلام میکنه اعلام میکنه 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 ک... که من پیامبرم بالاخره از بین شما میروم و من ماندگار نیستم آی مسلمانها، ها من از بین شما میروم اما دو چیز گرانبها ها را در بین شما به امانت میگذارم چی هستی یکی قرآن و یکی اطرت و اهل بیت من همین تعبیر اعتراض اهل بیت کاملا کاملا همین تعبیر است من عین عبارت رو خدمت شما و بینندگان محترم بخوانم قد ترکتو فیکم امرین ان اخذتم بهمالن تزلو من دو چیز گرانبها را بین شما به امانت میگذارم اگر شما به این دو چیز متمسک شوید متوسل شوید هیچ وقت گمراه نمیشوید هیچ وقت منحرف نمیشوید از اون مسیری که من تعیین کردم شما از اون مسیر منحرف نمیشوید اون چیست کتاب الله و اطرتی اهل بیتی کتاب خدا و اطرت من یا اهل و بیت من فانه قد نبعنی اللطیف الخبیر انهما لیفترقا حتی یردا علی الحوز خداوند مهربان و آگاه به من خبر داده است که این دو تا امر گران باها هیچ وقت از زندگی جدا نمی شود تا زمانی که بر حوز کوسر در روز قیامت بر من وارد شود این خطبه در واقع این بخشی از خطبه در واقع بسیار شبیه به مزم، نظر مضمونی به حدیث معروف به حدیث سقلین و حدیث بله، 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 هست خیلی بله، بله،, بله 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 چون این حدیث سقلین را بالاخره ما در منابع تاریخی و در آموزههای دینی داریم که یک جا و دو جانه بلکه چندین مورد حتی بعضی دارد که دهها ها مورد بالاخره پیامبر گوش زد کرد است در هر فرصتی از جمله بالاخره در سخنرانی در منو پس در سخنرانی در منا هم اینجا پیامبر گرامی اسلام مقدمه چینی می کند و آمادگی را برای عید سعید قدیر یا برای اون برنامه اساسی که در خم قدیر و در کویر قدیر باید اعلام بکند مقدمه ای او را در روز دهم ده هم زیحجه در روز عید قربان در منا انجام میدهد اونجا بیان میکند درست یک از سخنرانی های خب پیامبر خود بس صرف به همین اشاره کلی اتفاق کرده پیامبر و بیشتر از این وارد جزئیات و اون که در قدیر خود ما شاهد هستیم نه دیگه بیشتر از این بالاخره کلیات جزئیات درست. اشاره نمیکنه من اینو میخواستم بیشتر برسم اجازه بدید که الان پرسون کنم این خطبه ای که در منا خوانده هم در کتاب های شیعه و سنی آمده در کتاب های این... معتبر شیعه و سنی هم هست این که خطبه قدی خطبه ای که در منا پیامبر گرامی اسلام ایراد کرده است در خیلی از منابع حدیثی و تاریخی بالاخره شیعه آمده است و در بعض منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت بعضی از فرازهای آمده است درست. اصل این که پیامبر در منا ایراد خطابه کرده است ایراد سخنرانی کرده است ایر در منابع تاریخی شیعه و سنی نقل کرده ممکن است بالاخره فرازهای کامل او در همه منابع نیامده باشد بلی. اما اصل سخنرانی پیامبر در منابع تاریخی بالاخره هم شیعه و هم سنی نقل شده درست. که پیامبر در منا ایراد سخنرانی کرد ایراد خطبه کرد و این جمله را فرمود کمتر از دقیقه فرصت است تا میان برنامه بله. پس این سخنرانی اول. من اشاره بکنم چون بنابر این است که بالاخره ما تبیین بکنیم اهمیت قدیر را از نگاه پیامبر گرامی اسلام پس مشخص است که پیامبر از هر فرصتی استفاده می کند تا این مسئله را ابلاغ بکند و اعلام بکند به مردم که بالاخره من یک هدف عالی دارم از این سفر حج این سخنرانی اول بله. سخنرانی دومی که پیامبر انجام میدهد در مسجد خیف است البته میگیر خدمت شما و بینندگان محترم عرض بکنم هرچند بالاخره در زبانهای عامه و معروف شده است به نام مسجد خیف این مسجد هم در منا هست درست. یک از مسجد های معروف است که بالاخره تاریخ او از سال پنجم و ششم هجری بالاخره بر سر زبان ها آمده است و تاریخ مفصلی داره که نمیخوام در اون زمینه وارد شم. بله مسجد خیف یا بعض دقیق ترش گفتن مسجد خیف با فتح خواب و سکون یا بله. سخنرانی دوم پیامبر در مسجد خیف است در مسجد خیف هم پیامبر باز هم به همین مسئله اشاره می کند در اونجا سخنرانی مفصلی دارد در ابتدای سخنرانی تاکید می کند شما توجه داشته باشید بینندگان محترم ما که بالاخره پیامبر حتی در مقدمه سخنرانی خود تاکید می کند که حواس شما به من باشد خوب گوش بدهید مبادا یک کلمه از صحبتهای مرا بالاخره نادیده از او بگذارید بله. تعبیری که پیامبر دارد نظر الله امرا سمع مقالتی فوعاها و بلغها لمن لم یسمعها خداوند رو سفید کند رو سفید بگرداند خوشبخت بگرداند خداوند نیکبخت بگرداند کسی را که سخن مرا بشنود ای سخنانی مرا بشنود فوعاها او رو خوب حفظ بکند با دل و جان حفظ بکند و بلغها لمن لم یسمعها تنها برای خود نباشد آماده میکنه ها را که آنچه که میگره بهشون توجه کنه بله، و بله, بله، یادشون باشه خب بله، چی فرموده پیامبر در و برای آیندگان هم برساند بعد از که با این هشدار اساسی با این تاکید اساسی این خطابه و سخنرانی را آغاز میکند باز هم این در ادامه میفرماید ایوه الناس اینی فیک فیکم متقله ای مسلمان ها ای حاجیان من از بین شما میروم دو چیز گرانبها را در بین شما به امانت میگذارم قالو یا رسول الله و مثقلان پیامبر خدا این دو چیز, گرانبه ها چیست توضیح بفرمایید فقال کتاب الله و اطرتی اهل بیتی این دو چیز گرانبها اطرت چیز... من و قرآن است کتاب خداست و اطرت من است باز هم در ادامه میفرماید خداوند لطیف و مهربان به من خبر داده است که این دو چیز از همدیگر جدا شدنی نیست جناب آقای حیدری بینندگان محترم ما به این نکته توجه داشته باشد پیامبر چرا این همه تاکید میکند که این دو چیز گرانبها جدا شدنی نیست یعنی تنها تمسک به کتاب کافی نیست تنها تمسک و پیروی از اهل بیت کافی نیست اگر ما حقیقتا میخواهیم پیرو پیامبر باشیم به دستورات و سفارشات پیامبر عمل بکنیم باید هر دو در کنار هم دوشا دوش از او تبعیت بکنیم تو امان. تو امان هم کتاب خدا و هم اطرت چون حقیقتا مفسر واقعی کتاب خدا اهل بیت است اطرت است حقیقتا حقیقتا هم یک چیز هست یک چیز است بر... قرآن ناطق است و قرآن سامت است و به یک چیز هدایت بله بله بله. بله, بله, بله. خب. بر پیامبر نازل شده است قرآن سامت است مفسر او و زبان گویای او پیامبر و اهل بیت پیامبر است پس در این خطبه شریف هم فراوان تاکید میکند روی این که من از بین شما میروم دو چیز گرانبها در بین شما میگذارم این هم نشانه این است که پیامبر گرامی اسلام در سرزمین منا هم بالاخره در مسجد خیف و هم در سخنرانی اول فراوان روی این که مردم را برای مراسم قدیر خم آماده بکند تلاش میکند این دومین سخنرانی بله. سومین سخنرانی و مهمترین سخنرانی که پیامبر دارد سخنرانی و خطابه سخنرانی پیامبر در او هوای گرم بله 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 کل واقعا من ان شاء الله توضیح میدهم که بالاخره با حواشی او حدود سه روز طول کشیده است بله اما این سخنرانی چرا بالاخره سخنرانی مهم است که این همه پیامبر گرامی اسلام بله. برای او آمادگی میگیره خب اگر اجازه بدهید که این جواب باز بگذاریم بعد از دیدن یک وقفه و یک میان برنامه خدمت شما هستیم بینندگان عزیز و گرامی بسیار بسیار از شما سپاسگزار هستیم که با حوصله مندی این بحث دنبال میکنین امیدواریم که معرفت افزایی باشه و پنجره باشه به معرفت و به اطلاعات دینی و تقویت نور ایمان در دلهای ما و شما همون قسمی که از نام برنامه پیداست واقعا این برنامه ای ما به وقتی بیداری باشه شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه به وقت بیداری پول ارتباطی 964 780 255 413 همیشه در اختیار شماست شما میتونید که از این طریق از طریق شماره واتساپی برنامه با خادمانتان در تلویزیون جهانی هادی شبکه 6 فارسی داری مرتبط شوید هر نوع سوال پیشنهاد نقد نظر دارید ما میپذیریم و اگر سوالی داشتید پاسخش خصوصی لازم بود خدمتون عرض میکنیم اگر نیاز شد از طریق برنامه و رسانه پاسخش اعلام میکنیم به هر صورت این ارتباط شما مایه دلگرمی خدمتگزاران شما در این شبکه هست خیلی خوب اجازه بدید همکارای ما زحمت کشیدن یک میان برنامه ای را آماده کردن تقدیم نگاه های عزیز شما میشه ما امتداد جاده سبز قدیریم ما امتداد جاده سبز قدیریم نسل حضور ساده سبز قدیریم ایمان ما آبی نگاه دین ما سبز آینه سجاده سبز قدیریم باور کنید آبادتر از ما نبینند باور کنید آبادتر از ما نبینند وقتی خراب باده سبز غدیریم یک آسمان مهری مشب را می شناسیم برخاک غم افتاده سبز غدیریم آلاله و در یقین شیعه خود سرخیم تا آزاده سبز غدیریم پایان این چشم انتظاری سبز سبز است پایان این چشم انتظاری سبز سبز است تا رهس پار جاده سبز قدیریم ما آتش جا مانده بعد از کاروانیم ما آتش جا مانده بعد از کاروانیم اما اما به پای ایستاده سبز قدیریم اما به پا سبز غتیریم بینندگان عزیز و گرامی امیدواریم که از این کلیپ که قد... کلیپ غدیری و ایدانه ای که تقدیم نگاهی شما شد خدا کنه که خوشتان آمده باشه بله این شب روز شب روزی عید ما هست مشتاقان و شیعیان آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام در گونه توانی که دارند سعی میکنند که دل دیگران را شاد کنند حتی شده با پخش شربت پخش شیرینی ایدی دادن به هر صورت اینها یادآور میکشه به ما که ما به فکر اون حادثه بزرگ باشیم از یادمون نره و فرهنگ سازی شود و مهمتر از او ای هست که ما از این مراسم ها و از این ظاهرها ها عبور کنیم و پیام قدیر را دریافت کنیم و او در واقع همو مکتب اهل بیت هست مکتب پیامبر هست که هدف او ساخت انسان هست بر اساس ارزش های انسانی و اسلامی و کرامت زنده کردن کرامت انسان امیدواریم که این ایام بهانه به ای برای بازگشت به خیشتن خود ما و از خود ما بپرسیم که خب ما چه سهمی در این نهضت دارم ما چه سهمی در آن اهداف و مرامی که امیر مؤمنان برای او جان خود فدا کرد و چقدر در زنده نگه داشتن او ترویج و و پیام قدیر چه نقشی دارم انشالله که ما و شما فعال باشیم و این ایام را هدفمند زنده نگه داریم شوری باشه همراه با شعور انشالله خب اجازه بدید که بحث دنبال کنیم برگردیم خدمت کارشناس محترم جناب استاد شما رسیدید در فرازهای از خطبه های پیامبر رو برشمردید از خطبه ای که در سرزمین منا پیامبر فرمودن که سربسته بحث جایگاه اهل بیتش رو گشتت کردند و ای که این اهل بیت ای از قرآن جدا شده نیست و باز هم در مس خطبه ای که در مسجد خیف باز هم در امو ایام حج خواندن و این کاروان همراه با پیامبر حرکت میکنه میرسه به سرزمین به اسم قدیر خم و ایده رفته بوده ایده باز مانده بوده پیامبر اینجا میسته و دستور میده اونایی که رد شدن از اینجا تیر شدن صدا کنین که پس بیاین و بازم صبر میکنه پیام مردم لابد منتظر هست که پیامبر برای چی مردم ما را اینجا در این هوای گرم در این سرزمین در این بین راه معطل کرده میگه خو اجازه بدین بان اون که اونایی که پس مانده اونا هم برسه و همه جمع میشه خب پیامبر چی میفرماید بله. چون از قبل هم اعلام شده است بالاخره و مردم هم با یک شورو شوق خاصی در اون سال به حج و در سرزمین مکه مشرف شده است علیه. از عراق و مصر و بالاخره مدینه و روستاهای اطراف مدینه مکه و اطراف مکه یمن و نجران و... از هر گوشه, گوشه اسلامی. سرزمین اسلامی او رو بله, بله، جا آمد است. در خدمت پیامبر بله چون منطقه قدیر خوب میگوید حدود 200 کیلومتری مکه است و 250 کیلومتری مدینه است حد وسط است بین این دو تا شهر بین ای دو شهر است, دو شهر است. حتی مسیری که بالاخره حاجیان یمن باید جدا شود میگوید قبل از قدیر خم است قبل از منطقه خم است اما به خاطر این سفارش که پیامبر کرده است اونها در مسیر بالاخره طرف یمن نمیرود و سمت بالاخره قدیر خم می آید تمام اینها جمع می شود همچنان که شما هم اشاره کردید دستور میدهد چون کاروان کاروانی بالاخره طولانی است صد هزار صد و بیست هزار جمعیت است با توجه بالاخره با مرکب هایی که اون زمان مسافرت میکردن پیاده مسافرت میکردن که خیلی جمعیت مفصل و طولانی و زیاد است بله. دستور میدهد بالاخره اونهایی هم که پیشتر رفته است جلوتر رفته است اونها برگردن و کمی توقف بکند اونهایی که نرسیدن برسند فقط قبلا میگوید بالاخره به بلال دستور داده بود فقط اونهایی که مریض است و معلول هست اونها مانع ندارد اگر شرکت نکنند اما بقیه همه باید شرکت بکنن خب بقیه حاجیان همه باید شرکت خب بریم سری صحبت پیامبر بله. اونجا بالاخره من یه یک نکته را به عنوان مقدمه اشاره بکنم چون بحث مقدمه هم اهمیت دارد پیامبر بخاله. گرامی اسلام به سه نفر از اصحاب و یارانش مقداد و سلمان و امار به این سه نفر دستور میدهد چون در منطقه قدیر خم بالاخره درختان کهنسالی بودند اونجا بالاخره یک کمی زیر درختها را آماده میکند یک پارچه بالاخره روی شاخه‌های درخت آویزان میکند که کمی سایبانی شود هوا هوای گرم است سر ظهر است بالاخره هوای گرم سرزمین حجاز است درست. اون قدر گرم است که میگوید بالاخره حاجیان بعضی ها به خاطر حرارت و گرمی هوا اون پتو یا او چادری که داشته است نیمه ای او را زیر پای خود پهن میکرد و نیمه دیگر را رو رو روی سر خود پهن میکرد تا بالاخره کمی از اون حرارت آفتاب جلوگیری بکند. با این وضعیت سایبان زیر درخت ها درست میکنه و سنگ های جمع می کند و روی سنگ ها بالاخره از ممکن است مثلا چیزهای دیگر قرار می تا به عنوان یک منبر یک منبر برای پیامبر آماده بکند این منبر چند پله دارد؟ از این سنگ ها و چیزهای دیگری منبری ساخته است دارای چند پله پیامبر روی این منبر بالا میرود از همون ابتدا از همو ابتدا حضرت علی علیه السلام را صدا میزند او را میگوید بیا در پله یک پله پاینتر از من قرار کنار یک پله پاینتر درست. مثلا پیامبر در او پله آخری قرار دارد یک پله مانده به او پله پیامبر حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام میسته این خطابه مفصل پیامبر بعد از اینکه بالاخره نماز ظهر رو همه به امامت شخص پیامبر انجام میدهد بعد از نماز ظهر خطابه مفصل و طولانی او شروع می شود هرچند امروزه بالاخره حدود سه چهار صفحه این خطابه پیامبر در منابع حدیثی و تاریخی آمده است اما بعضیها نظرش اینه که ممکن است خیلی از قسمت او بالاخره در دسترس قرار قرار نگرفته و از دست ما رفته است باید. یه خطابه مفصلی پیامبر ایجاد ایراد میکند خب. بعد از اینکه بالاخره روی اون منبر قرار میگیرد سخنی که پیامبر شروع میکند اینه که آی مسلمان ها آی حاجیان شما شاهد باشید آنچه را که خداوند برگردن من قرار داده است با عنوان وظیفه به من مسئولیت داده است من میخواهم اون مسئولیت و اون وظیفه رو امروز برای شما بیان بکنم آیه شریفه تبلیغ بالاخره در همون روزها با شدت و هدت نازل شده است یا هر رسول بلغ ما انزل علیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته تو سه بار بالاخره تاکید کرده آی پیامبر اگر این وظیفه و این رسالتی که به گردن تو گذاشته شده است اگر تو این انجام ندهی مثل اینه که هیچ وظیفه رسالت را انجام ندادی پس کل وظیفه رسالت پیامبر یک طرف این مسئولیت که باید در سرزمین قدیر اعلام و اعلان بکند یک طرف اونقدر مسئله مسئله مهم است خطابه را آغاز میکند کند خطابه مفصل شروع میکند در این خطابه پیامبر چند نکته و چند محور وجود داره محور اول او بالاخره حمد و ستایش خداوند است و این مسئله اشاره به این مسئله است که آی مردم شاهد باشید که من میخواهم به وظیفه و رسالت خودم عمل بکنم او مأموریتی که به من داده شده است من میخواهم او رو برای شما بیان بکنم بالی. یک از محور هاست محور دیگری که هست در این خطبه مفصل پیامبر این است که علاوه بر امامت حضرت امیر امامت امامان معصوم بعد از حضرت علی را هم یادآور می شود تنها حضرت امیر بعد از من خلیفه و جانشین نیست بلکه امامان بعد از او هم خلیفه و جانشین من است عین عبارت پیامبر این است که میفرماید قال الله عز وجل هو مولاکم و الهکم خدایی که او مولای شما سرپرست شماست او رب شماست ثم من دونهی محمد بعد از او من پیامبر ولی شمایم من پیامبر سرپرست شمایم ولی یکم القائم المخاطب بازم اشاره میکند من پیامبر که اینجا ایستادم و با شما خطاب میکنم با شما سخن میگویم بله. ثم من بعدی علی ولی شما سرپرست شما بعد از من علی است علی ولی و امامکم به امر رب بكم. این رو هم من از پیش خود نمیگویم از طرف خدا تعیین شده است دستور دستور خدا دستور خداست در ادامه میگوید ثم الامامت فی ذریتی من ولده الی یوم تلقون الله و رسوله بعد از علی از ذریه من و از نسل علی اشاره میکند که <تصف> هم از نسل من است و هم از ذریه علی است اونها ولی شماست اونها سرپرست شماست اونها پیشوا و هادی و امام شماست پس تنها علی نیست این محور دوم هست که در اینجا بالاخره اشاره میکند خیلی نکته مهمی است که بالاخره با این همه تاکید بیان میکند تا میرسد به اون نکته اساسی با اون جمله معروف که شاید خیلی از مسلمان ها و خیلی از شیعیان این جمله رو بارها و بارها بالاخره شنیده است و خوانده است در کتاب ها دیده است سپس میگوید دست علی را میگیرد چون عرض کردم حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام را از ابتدای سخنرانی کنار خود برده است در پله دوم قرار داده است بعد او را بالا می آورد در کنار خود قرار می دهد، دست علی علیه السلام را میگیرد من کنت مولا فهادا علی مولا آی حاجیان آی مسلمانان کسی که من مولای اویم مولا یعنی ولی او یعنی سرپرست او یعنی اولای به تصرف او یعنی امام و پیشوا و حادی او کسی که من مولای اویم فهازا علی او. <الی اون مولا> این علی که من دست او را گرفتم نه هر علی نامی این علیه که من دست او را گرفتم <الی اون> فهازا علی یون مولا نمانده بین مسلمان ها و کسایی که مخاطب پیامبر بله. روز بوده باز هم تأکید میکند و هو علی ابن ابی طالب توجه داشته باشید هم نام او را میبرد هم اشاره میکند دست او را گرفته است بلد. هم بالاخره از پدر او را یاد میکند کدام علی و هو علی ابن ابی طالب این. او علی ابن ابی طالب است پسر عموی من است خب این چه کاره است این چه جایگاهی دارد هو اخی و وسیع و موالاته من الله عز وجل انزلها علی او برادر من است او وسیع و جانشین من است ولایت او از ناحیه خداوند بر من نازل شده است خداوند اعلام کرده است که ولایت او را وسایت و خلافت او را برای شما بیان بکنه یکی از محورهای بالاخره این خطبه ای گرانسنگ است یکی از محورهای دیگر این خطبه ای گرانسنگ و مهم قدیریه پیامبر که بالاخره سخن ما در بیان اهمیت قدیر در کلام و بیان پیامبر است دیگر بلد. یکی از محورها حتی اشاره به حضرت حجت میکند حضرت مهدی میکند درست که بالاخره آخرین وسیع من و آخرین خلیفه و جانشین من و امامان بعد از من حضرت مهدی است این تعبیر دارد الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی آی مردم ها آی هاجیان آگاه باشید بدانید که آخرین و خاتم امامان و خاتم اوسیاب و خاتم خلفای بر حق من او قائم حضرت مهدی است حضرت قائم است حضرت مهدی است الا انه الظاهر على الدين او بر تمام ادیان چیره است او ظاهر بر تمام ادیان است الا انه المنتقم من الظالمین او کسی است که در زمان حکومت او در زمان بالاخره سلطه او انتقام از تمام ظالمان گرفته می شود بله پس توجه دارید بینندگان محترم ما که نکات مهم مهمی در این خطابه و در این سخنرانی پیامبر هست این یک محور دارد. محور سوم یا چهارم محور پنجم را در اینجا اشاره بکنم اشاره حتی به بیعت رسمی می کند پیامبر گرامی اسلام به صرف این ابلاغ با این تأکیدات تنها اکتفا نمی کند علی را دست او را گرفته است نام او را میبرد با اشاره مشخص میکند نام پدر او را تعیین میکند امامان بعد از او را مشخص میکند خاتم اوسیا و ائمه را نام میبرد بله به این هم اکتفا نمیکند به مردم اعلام میکند که بعد از خطبه و بعد از سخنرانی من بیایید با او بیعت بکنید به من پیامبر و به علی تبریک بگویید درست تعهد کنید پیمان ببندید که من به شما ابلاغ کردم و شما هم این مسئله رو هیچ وقت فراموش نکنید همچنان که در ابتدای اصغنانی بالاخره پیامبر فراوان هم در ابتدا و هم در انتها تأکید میکند هم شما بشنوید و هم برای آیندگان برسانید تنها مخاطب من شمای جمع صد هزار صد و بیست هزار نیست بلکه کل بشریت هست تا قیامت به همه برسانید این رو من این جمله رو هم که بالاخره برای بیعت گرفتن است اشاره بکنم کمتر از چهار دقیقه فرصت هست بله. هستیم من پس یک فراز از ایر اشاره بکنم بله الا و انی عند انقضاء خطبتی ادعوکم الی مسافقتی علی بیعتی. ای مردم ای مسلمانان ای حاجیان آگاه باشید که من بعد از خطبه و بعد از این سخنرانی شما را دعوت میکنم که با علی علیه السلام بیعت بود اما چون فرصت زیادی نمانده است و این دقایق پایانی این برنامه است ما بعضی از هواشی مهمه که بالاخره بعد از این سخنرانی ایجاد شده است و این هواشی هم اشاره بکنم بله قبل از اینکه شما به ای هواشی بپردازید جناب استاد آنچه که معروف است خود به قدیر بالاخره از خود از احادیث متواتر هست که شیعه و سنی قبول داره البته یک بخش هاش. بله بله و خود از اصحاب تعداد زیاد از اصحاب این خود بر این حدیث روایت کرده و در کتاب های معتبر اهل سنت هم آمده و بعد از اصحاب تابعین باز هم تعداد زیادی از تابعین حالا آمار دقیقش در ذهنم نیست این خود برای روایت کرده و در نسل در نسل بخش های از این خود به اون قد متقنش که پیامبر در اون روز چی گفته ای به دست ما رسیده ولی خب شما به جزئیات بیشتری اشاره کردید آیا این جزئیات هم که شما فرمودید اینا هم باز هم در کتاب شیعه و سنی هست یا فقط در منابع شیعه هست اینا در منابع تاریخی آمدن من این حواشی که بالاخره خیلی مهم است این ای حالا کوتا جواب بدید باز به حواشی بله بله بل. بل. البته عرض کردم که بالاخره در منابع حدیثی شیعه حدود سه چهار صفحه ی کتاب بالاخره این خطبه آمده است درست اما در منابع اهل سنت فرازهایی از او آمده است فرازهایی از خطبه فرازهایی از خطبه همین قدر من می‌خواستم بفرمایید کامل اما یکی از محورهای مهمی که در این سخنرانی اساسی پیامبر هست او هواشی است هواشی از کجا شروع می شود؟ از زمانی که پیامبر بالاخره سخنرانی رو تمام می کند بعد از مردم دعوت می کند که با علی بیعت بکنید دروب. به من پیامبر تبریک بگویید و به علی تبریک بگویید این خطبه بالاخره چند ساعتی طول میکشد خطبه طولانی است و سه روز مردم اونجا توقف میکنند چون بالاخره جمعیت جمعیت زیادی هست سه روز توقف می کند و مردان می آید با علی دست می دهد و بیعت می کند چون جمعیت زیادی از بانوان و خانم ها هم بالاخره در رکاب پیامبر به حج مشرف شدند و حتی آمدن در سرزمین قدیر خم اینجا تجمع کردند خب خانم ها و بانوان چگونه بیعت بکنند این هم نکته ای اساسی است خب، که بینندگان کردن. بینندگان محترم ما توجه داشته باشند برای این که بالاخره اون احکام اسلامی هم محرم و نامحرم هم مراعات شود و از طرف دیگر بانوان هم بیعت کرده باشد این طرح را یا این پلان را پیامبر دستور میدهد و این گونه بانوان هم با حضرت علی علیه السلام بیعت بکنند خب. اعلام تعهد بکنند اعلام پیروی از دستورات پیامبر و پیروی از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام بکنه درست. حتی بعضی از همسران پیامبر هم که در اون حج حضور دارد طبق منابع تاریخی شیعه و سنی آمده است حتی اونها این کار را انجام میده خود شخص حضرت زهرا هم طبق منابع تاریخی در اون حجت الودا حضور دارد همین کار را انجام میده تمام بانوان برای. حتی از حضرت زهرا همسران پیامبر و دیگر بانوان هاجیه ای که در اون مکان حضور دارد این گونه انجام میدهد دوست. سه روز بالاخره این مسئله طول میکشد تا بالاخره همه بیعت میکنه من یک حاشیه دیگر هم اشاره بکنم یکی از هواشی دیگری که در این سخنرانی و این اعلان و اعلام پیامبر مهم است امامه گذاری پیامبر است پیامبر امامه ای دارد به نام صحاب بعد از اون سخنرانی وقت علی علیه السلام را به عنوان وسیع و خلیفه و جانشین خود اعلان و اعلام می کند این امامه خود را امامه خود را به نام صحاب بر سر مبارک حضرت علی علیه السلام قرار میدهد. و بالاخره یک گوشه امامه را رها می کند آویزان می کند مثل تحت الهنک امروزی درست. مثل اون امامه ای که بالاخره هموطنان ما استفاده میکنند و یک تحت الهنکی هم بالاخره آویزان هست بله. این گونه امامه بر سر حضرت علی علیه السلام قرار میدهد تحت الهنک او را رها میکند تمام این هواشی تمام این تأکیدات پیامبر همه گویای این مسئله است که از نظر پیامبر مسئله قدیر مسئله اعلان ولایت و خلافت حضرت علی. علی علیه السلام خیلی مهم است درست در قدم تمام و قدم هست اگر شما جنبندی بفرمایید بله پس در مجموعه بالاخره این حجت الودایی که پیامبر انجام میدهد از اولین فرصتی که اجتماع زیاد از حاجیان است از سرزمین منو مسجد خیف این اهمیت شروع می شود و این مقدمه چینی را آغاز می کند تا میرسد به قدیر خم اصل ای که بر عهده پیامبر گذاشته شده است اعلام می کند و با اون مهمی بالاخره این مسئله به سرانجام میرسد. پس مسئله قدیر در نگاه پیامبر یک مسئله حیاتی است همون نکته ای که در ابتدای عرایزم به عنوان مقدمه عرض کردم یه به سرنوشت کل جامعه بشری گره خورده است مربوط است تنها سرنوشت مسلمانان نیست چون آخرین پیامبر است آخرین فرستاده خداست آخرین هادی است این هادی برای کل بشریت و کل انسان هاست پس تعیین خلیفه و تعیین وسیع هم به کل جامعه بشری و جامعه انسانی مربوط می شود این خلاصه برای. از بالاخره نگاه پیامبر و اهمیت که پیامبر به مسئله قدیر, داده است بسیار عالی استفاده کردیم جناب استاد البته خب بحث دامنش باز هست و سوال هایی هست مخصوصا این که خب آنچه که اتفاق افتاد و آیا مد نظر پیامبر بود و وضعیتی که ما فعلا امروز قرار داریم به ایده شیعه است ایده سنی هست و این رو هم خدمت بینندگان محترم عرض کنم که خب مباحث بیشتر اینجا خب از دیدگاه شیعه و در حضور عالم شیعی بررسی شد و بیان شد اهل سنت و برادران اهل سنت علمای اهل سنت ممکن است دیدگاه های دیگری داشته باشند ما در عین احترام به دیدگاه برادران اهل سنت ما باز هم بحث را باز میگذاریم و مهمتر از او در عمل آنچه که مرام پیامبر بود و آنچه که نیت پیامبر بود این بود که همه امت در کنار هم با صلح و آرامش باشه و احترام همدیگر حفظ کنه ما هم همچی آرزوی داریم خب جناب استاد از شما هم سپاس گذار هستیم که بحث در آستانه اید قدیر بحث کاملا معرفتی بود درباره اید قدیر و اهمیت قدیر از نگاه پیامبر ما از خدمت شما استفاده کردیم و از شما خوبان و عزیزان همراهان گرامی هم خداحافظی میکنیم همراه با کارشناس محترم تا هفته دیگه شما را به خداوند متعال مسبارم پیشا پیش اید شما هم مبارک باشه انشالله <applause>